اونهایی که مشتاق صحبت های حاج آقای کاشانی هستن و پیگیر مباحث ایشون، امشب مثل هر شب با احترام خدمتشون هستیم. از طرف شما و از طرف خودم سلام عرض میکنم و خوش آمد. نظر شما و همه بینندگان عزیز و روزداران بزرگوار سلام عرض میکنم. علیکم السلام. انشالله این شبهایی که توفیق شب زندهداری دارن خدا به همه مون روزی کنه که این در طول سال انشالله توفیق خدا بده که قسمتی از شب رو بلند شیم و عبادت کنیم و واقعا به دعای خیرشون محتاجیم. ما هم خاضعانه خودم عرض میکنم بدون لیاقت دعاگوشون هست. خدا حفظتون بکنه انشالله. حتما شما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاتون میکنیم. خیلی خوب، دیشب ما صحبت کردیم با حاج آقای کاشانی راجع به قبیله گرایی در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یک تاریخ مجسم و این تاریخ قطعا تکرار میشه در دوره‌ای که هویت قبیله‌ای خودش رو نشون داد و بروز داد و یک امر متداول و رایجی بود. پیامبر رحمت ظهور کردند و فرمودند انما المؤمنون اخوه، و یا آیات نورانی قرآن کریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون وقت این هویت قبیله‌ای رفت کنار، هویت دینی جاش رو گرفت. بعد از رحلت نبی مکرم اسلام این هویت قبیله‌ای دوباره خودش رو نشون داد و متاسفانه باعث شد که دست اندازهایی که سر راه پیشرفت اسلام بود و اون جنگ‌هایی که به حضرت تحمیل شد. دیشب عمده فرمایشات حاج آقای کاشانی همین بود و انشالله امشب ادامه بحثشون رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنا داشتیم یه چند شب دیگری راجع به فضائل و مشخصات امیرالمومنین کم گفتگو کنیم که این رو انشالله شبهای بعد عرض خواهیم کرد، چون به تحلیل‌های بعدی اثر جدی میگذاره. ولی چون یه بهانه ای پیش اومد که در جامعه ما هم این بوی عرض کنم خدمت شما افن قبیله گرایی به مشام رسید که انشالله هم قصدی توش نبود، بنا رو بر این گذاشتیم که این موضوع که بسیار موضوع مهمی هم هست، من دیشب هم عرض کردم، هم شکست امیرالمومنین در حکومت داری در آخر کار و هم ماجرای کربلا، همه به خاطر همین قبیله گرایی که حالا انشالله عرض میکنم، خیلی بحث مهمیه. قبیله گرایی یعنی تعلق من به یک علقه جمعی، حزبی، مذهبی، جغرافیایی، شهری، تیمی، باندی و ترجیح این به خطوط قرمز انسانی، شرعی و الهی، ترجیح اون به ایمان و عقیده. بله. و وقتی قبیله گرایی، حزب گرایی مطرح میشه، دیگه حق میره کنار. چون من بین حق، اگر معاویه در تیم من باشه و امیرالمومنین در تیم مقابل، اگر پررنگ این باشه که من چه رنگیم، در کدوم تیمم، در کدوم حزبم، این اتفاقی که گاهی در کشور ما میفته، اگه من انتقاد بخوام بکنم فقط اونهایی که تو حزب مقابلن انتقاد میکنن، ایبای اونا رو میبینن و اونم ایبای این طرف رو، و خدا کنه اینطوری نباشه و بدیهاشون رو هم اصلا نمیبینن. بله، بدیهای خودیها رو نمیبینن. این باعث میشه حق دیده نشه، امر معروف و نهی از منکر اصلا دیگه معنی نداره. اصلا آدم ها دیگه اثرگذار نیستن، یه نفر، دو نفر یا یه جبر قبیله، جبر حزب، جبر اون باند باعث میشه دیگران حذف بشن. کمون این که مثلا فرض بفرمایید یه جایی میخواد انتخاباتی صورت بگیره در یه شهری، بزرگ اون شهری فضا قبیله ای باشه یا بزرگ حزب، میگه آقا به این رأی بدید و بقیه اصلا من برم بررسی کنم این تقوا داره یا نداره، اینا میره کنار، او گفته. یا این دیگه حق در واقع قربانی میکنه، امر معروف نهی از منکر، اینی که من در جامعه باید اثر بذارم، اینا رو عمر نابود میکنه. خط کشی پررنگ، من نگاه میکنم به شما، ای بخوام کمک کنم، شما بچه کدوم محلی، بچه کدوم شهری، طرفدار کدوم تیمی، این اتفاق اصلا شما نگاه کنید در توصیف حق. من همیشه چون نگاه تاریخی دارم به رفقایی که کلاسای پژوهش تاریخ ما رو مباحثمون رو شرکت میکنن، میگم نگاه کنید یه بازی اتفاق میفته توی فوتبال، مثلا نتیجه میشه 3-1، هر دو مربی میگن همونجوری که دیدید ما تا دقیقه ما بهتر بودیم، همه چیز رو به راه بود، روی اتفاقات و این داور باعث شد که، یعنی توصیف اونی که برد که میگه همونجوری که معلوم بود، کاملا مشخص بود که ما برنده میدان بودیم، شش هفته دیگه هم جا داشت، داور باعث شد. بله. یعنی توصیف هر دو در واقع این که همه حق به سمت ماست، ما شایسته بود. بله. و شما به طرف دارم بگید آقا داور رو مثلا خریده بودن، این از قبل معلوم شده بود،
راحت هم اتهام میزنه. میگه چرا اتهام میزنی؟ انگار که اینجا دیگه اینجا اتهام زدن اشکالی نداره. چرا؟ چون علق پررنگه. یه نکته دیگه هم که من دیشب عرض کردم که خیلی هم سخت واقعیتش توضیح دادنش در سیما، ولی سعی میکنم خودم با روتوشش بتونم توضیح بدم، رسانه‌ایش بکنم، اینه که ما خب وقتی فضا به سمت قبیله گرایی میره که در قبل حکومت امیرالمومنین خیلی این پررنگ شد، پسردایی ها، پسرخاله ها، برادران رضایی، یعنی کسانی که مادر خلیفه به اونها شیر داده بود که ماشاءالله زیادن بودن، یکی در مصر، یکی در کوفه، پسردایی در بصره، خلاصه فامیلای درجه یک اومده بودن و حقوقای حسابی هم میگرفتن که من یه وقت دیگه راجع به از اونها صحبت خواهم کرد انشالله. بعد خب تو این شرایطی که شما به چه دلیل پست نگرفتی و من گرفتم؟ علتش نبود که شما شایسته ای، شما توانداری یا نده، علت این بود که من پسر دایی خلیفه، من پسر عمه خلیفه، ژنم خوبه، خلاصه بچه خب بده. بله. وقتی این اتفاق میفته ببینید تو جامعه شایسته سالار میگه آقا برو سوادتو بیشتر کن، تقواتو بیشتر کن، دقتتو بیشتر کن، هنرتو، سطح کارت، خب شما رو میخوان. ولی تو جامعه قبیله سالار میگن ژنت اینه و اگه شما این ژن رو نداری کلا دیگه برو کنار دیگه، هرگز شما ارتقا پیدا نمی‌کنی و هیچ جایی نمیتونی تو این پازل داشته باشی. ارتقایشون کسب ثروت بود یا ازدواج که اینا رو بعداً عرض خواهم کرد که از مشکلات حکومت امیرالمومنین بحث ما اینه، و ارتقای ژنتیکی که نمیشه پیدا کرد. یه مورد استثنایی داریم که این در تاریخ ثبت و مایه خجالت جامعه اسلامی، یه شخصیت داریم به اسم زیاد بن ابی. این زیاد ابن ابی در دوره جاهلی مادری داشته که اهل تقوا نبوده متاسفانه و پاکدامن نبوده، ولی یه ازدواجی کرده بوده، ایشون کنیز بوده، اونم یه برده‌ای بوده. وقتی ازدواج صورت میگیره اگر خدای نکرده مثلا پاکدامنی هم نباشه، قاعده در اسلام اینه که الولد للفراش وللآخره حجر، یعنی اینکه اگر فرزندی به دنیا بیاد، خب اون زمان هم که مثل امروز آزمایشات و دی ان ای اینا نبوده، فرزند ملحق به این خانواده زن و شوهر، مگر اینکه دلیل قطعی ثابت بشه. لذا زیاد ابن ابی یه شخصیتی نبود که جامعه او رو غیر حلال زاده بشناسه، بلکه شبهه بود. بالاخره اون جامعه، جامعه مخصوصا دوره جاهلی، جامعه دینداری که نبود، به راحتی حرف می‌زدن، اتهام می‌زدن، یکم هم بی‌ادبی زیاد بود، دوره جاهلی بود دیگه. لذا زیاد ابن ابی حرفای پشت سرش بود ولی قاتل فرزند شبهه منظور آره. محسوب می‌شد، فرزند شبهه معلومه، یعنی بالاخره ملحق به حلال زاده هاست. حالا شما نگاه کنید، این آدم حلال زاده محسوب میشه حداقل فقهی، ولی باباش برده است، یعنی ژن سطح بسیار بسیار پایین. من شرط کردم به غیر برده های غیر عرب نگاه حیوانی داشتم. حالا شما ببینید به عرب، به مثلا برده ها چه نگاهی داشته، و این نگاهی که گاهی هست مثلا این ضد عرب، اون ضد عجمه، این فضای حال به هم آره. اون زمان خیلی جدی بود. این زیاد ابن ابی زمان امیرالمومنین بود و از طرف ابن عباس هم یه پستی داشت، مسئول شیراز بود، فارس فعلی، استخر اون زمان. معاویه دینی خیلی قدرتش زیاده، توانمنده، سعی کرد باهاش سرکله بزنه. پدر معاویه از کسانی بود که تو اون زمان جاهلی میگفتن ایشون مثلا ممکنه ارتباطاتی با مثلا والده ایشون داشته باشه. حالا در فضای اسلامی ایشون ملحقه، میخوان رشوه بدن به زیاد برای اینکه زیاد خیانت کنه بعد از امیرالمومنین، شیعیان رو لو بده. خیلی قدرت نظامی داشت، پسرش هم در کربلا اون زیاد معلوم، به خاطر قدرتش و درایتش، و البته درایت از جنس درایت معاویه، یعنی اون سبوعیت و در واقع فسنگری که داشت، خیلی توانمند بود، خیلی قدرت نظامی داشت. خب این آدمو بخوان از طرف امیرالمومنین و بعد از امیرالمومنین بکشونن سمت معاویه، بهش رشوه بدن. رشوه چی دادن؟ اینه که تو دیگه حلال زاده محسوب نشی، عذر میخوام از محضر بینندگان عزیز، حرام زاده محسوب بشی، ولی بعد عوضش بدوین زیاد ابن ابی سفیان. یعنی غیر حلال زاده شدن رو رشوه گرفت. چطور این شد رشوه؟ گفتن عوضش میشی از قریش، از بنی امیه، و این برای اینکه این آدم از فرزند یه برده تبدیل بشه به فرزند یک قریشی، حاضر شد بگه من حلال زاده نیست. الله اکبر، چه فاجعه ای و چه مصیبتی. این رشوه شد، یعنی الان اگر به این نفر همچین نسبتی بدن، دادگاه بره شکایت میکنه
دادگاه حکم داد، میگه شما چه جسارتی کردی؟ این رو جسارت که ندونست رشوه حساب کرد، و شأنم میره بالا. یعنی بخاطر اینکه سهمی تو جامعه اون وقت داشته باشه شأن پیدا میکنه دیگه. حالا شده قریشی. یعنی شما ببینید چقدر انحطاط. این نگاه منحط امیرالمومنین اومد عرض کردیم، اولا تقسیم غنایم و غیر عرب ها رو هم داخل کرد، با غیر عرب‌ها جلسه می‌ذاشت که مشکلاتتون رو بگید. گفتن آقا ما به اینها دختر میدیم، از اینا خواستگاری کنیم ما رو میزنن. همین خوارجی که مردم شنیدن اینا خیلی مثلا فرض بفرمایید دیندار بودن و اینا، یه وقت ایرانی رفت از یکی از این خوارج خواستگاری که از دخترش، تا چند نسل بعد انقدر این خانواده بی آبرو قلمداد میشد که میگفتن فلانی رو میشناسین، گفت که همونی که تو قبیلهشون یه ایرانی اومد از یه دختری خواستگاری کرد، یعنی جزء قبائه حساب میشد. اینا رفتن به امیرالمومنین گفتن آقا اینطور که نمیشه، ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، خب دختر پسر هم دیگه رو مثلا بخوان میخوان ازدواج کنن، اون از ما دختر میگیرن به ما دختر نمیدن، موقع مثلا شغل با ما بد رفتار میکنن. حضرت این عرب ها رو جمع کرد، این عرب ها عجم ها که میگن مال اون زمان عرض میکنن ما، یعنی معلومه که من امروز بیزارم از این که کسی بخواد انسانیت انسان ها و تقوا رو بذاره کنار و به نجات تقاضا بخواد اینجوری مرز بر. بله همه عزیزن به شرطی که به بقیه احترام بذارن، با تقوا باشن. حضرت اینا رو جمع کرد، این که نمیشه، اینا برادران مسلمان ما، نذاشتن حرف حضرت تمام بشه. در این کتاب اصال خودمون که کتاب مهمه روایت فقهیه، فریاد زدن به خدا ما زیر همچین ننگی نمیریم ولو بمیریم. الله اکبر. یعنی حضرت تلاش کرد، یا از نمونه های تلاش حضرت که سعی کرد جو رو بشکنه، ولی متاسفانه اون 25 سال قبل از امیرالمومنین اینو ریشه دار کرده بود که ای فرصت بشه امشب یه فاجعه اش عرض میکنم، اینها قبول نکردن. اینی که شما میبینید امیرالمومنین برده هاش عاشقش بودن، در صورتی که دیگران حیوان هم حساب نمیکرد. این تفکر به خاطر اون احترامی بوده که حضرت به اون گذاشته. امیرالمومنین حالا اینو یه وقتی عرض میکنم جالبه، حالا اگه اون بحثم نرسیدیم اشکال نداره، یه روزی یه پدر و پسر اومد بودن محضر امیرالمومنین، این امام ما واقعا من مست میشم این عبارت رو برای خودم شاید ده ها بار گفتم، و حضرت خودشون اومدن به عنوان میزبان دست پدر میهمانو شستن. بعد یکی از غلامان شاید قنبر غلام امیرالمومنین تشریف آورد، و چون رسمه که اگر شما میخوای پدر که میهمانه تکریم کنی دیگه دست پسره رو نشوری برای اینکه حرمت پدر حفظ بشه، اون اول دست و پاشو جمع کرد، یعنی فرقی داشته باشه، حضرت اون نه تو مهمان منی. بعد که این دست و حضرت شست و تکریم کرد رفت، برده حضرت که اومد که احتمالا قنبر بود، این همجوری لم داده و پادراز کرده، خلاصه حضرت برگشتن فرمودن که تا اومدن تو اینا خودشون جمع کردن، حضرت فرمودن چه فرقی میکنه چون قنبر غلامه، مثلا پا تو دراز کردی، قنبر ایمان داره. همین شما ببینید چرا نوشتن در روایات ما که قنبر میمرد بر امیرالمومنین، چون میدید امیرالمومنین به رنگ صورتش کار نداره، میدید امیرالمومنین به پولش کار نداره، به نجاتش کار نداره، قنبر آدمه، آدم خوبیه. مثلا همه قصه جون تو کربلا دیگه اوجشه دیگه، اوج این رشادت و همراهی. اینی که ما میبینیم که امیرالمومنین وقتی میخواد صحبت کنه، با اینکه دعوای شدید بین یمانی ها و قرشیان هست شدید، وقتی میبینه کوفیان که اینا عرب یمانی هستند، دیشه هست که اینا درجه دو محسوب میشه، وقتی میبینه کوفیان رشادت میکنن، میفرماست شما سنام عربید، یعنی باز میخواد محصولتون شطور کوهان داره، اون بالاترین ارتفاعش میشه کوهانش، فرمود شما قله عربید. خب شما ببینید انگار مثلا فرض کنید مربی تیم آبی راجب قرمز یا برعکس مثلا بگه شما قله فوتبالی، چه نمیگن اینطوری. یعنی امیرالمومنین خودش قریشیه، طبیعتا باید تعریف نکنه. حضرت تمام این خطهای علکی رو کنار میزد و تعریف میکرد، با این که از این یمانی ها حضرت تعریف کرد و این یمانی ها خیلی خدمت کردن، ولی فاجعه حکمیت باز برای قبیله گرایی رخ داد که من سعی میکنم مختصرش رو بگم، اگه نشد فردا اینو عرض میکنم باز. و بعد از پیغمبر همه اینا بروز کرد، بعد از پیغمبر اکرم اون 25 سال دوباره بازگشت به عقب شد. ببینید ماجرای حکمیت چی بود؟ تو ماجرای حکمیت که فردا از یه جهتی تو توضیح میدم، ماجرا این شد که وقتی قرآن به نیزه کرد جریان معاویه، دعوا سر این نبود که معاویه راست میگه یا نه. یمانی ها که عمده عرب های سپاه حضرت بودن و خلاف شامیان که خیلی هاشون قریشی بود،
و میگفتن ما باید ریاست داشته باشیم. دیدن معاویه که مقابل ایناست. دولت‌های قبلی هم همه قریشی بودن. امیرالمومنین هم درست قریشی عادله از ما تعریف میکنه ولی اضافی ما نمیده. گفتن شاید حکمیت رخ داد، از این حکمیت گردونکن اسم یمانی در اومد. لذا گفتن حکمیت رو قبول میکنیم. اینی کسی که رشوه میگیره. عجیبه. بعد اونا امرواس رو معرفی کردن، حالا من اینو فردا بیشترش رو توضیح میدم. اینا گفتن که خب ما کی؟ حضرت فرمود اول که نمیپذیرو، وقتی فرمود ابن عباس، گفتن نه اشکالی نه، اشکال ابن عباس چی؟ گفتن قریشیه. یعنی نمیگن شایسته نیست، گفتن قریشیه. باز دوباره همون خطبندی خودشون. حضرت فرمود که خب مالک اشتر، گفتن نه مالک اشتر هم درست یمانیه، مثل تو که قریشی هستی عادلی، مالک اشتر هم درست یمانیه ولی عادل، حق مدار، به درد نمیخوره، ما دنبال چیم؟ یه یمنی ها توش در بیاد. لذا ابو موسی اشعری که یمنی، یعنی اصلا باخت مسلم این پیروزی بزرگ صفین در حالی بود که یه گفتن ما یمنی ها سهم میخوایم و این سهم خواهی مزمحل کننده جامعه اسلامیه، تمام الفت ها رو دور میریزه، تمام محبت ها رو به آتش میکشه، نگاه منو به شما و منو به او رو به اون یکی تبدیل میکنیم که این بچه کدوم محله، کدوم ژنه، مال کدوم قبیله است، مال کدوم تیمه. اون وقت این باعث میشه که اون شایسته سالاری کلن از جامعه رخت بر ببنده. و تو اوجش هم به نظرم گلایه حضرت تو خطبه قاصه است دیگه. حضرت اونجا یعنی کار شما و این رفتار شما رفتار شیطانیه و شیطان هم میخواد اختلاف ایجاد بکنه. خود شیطان هم مشکلش همین بود دیگه. آره. من از آتشم اینا از خاکن، توجه به این نداره که خدا اینقدر از آدم رو تکریم. خود آره. شیطان اولین در واقع کسی که مشکلش همین مشکل ژنتیکیه در واقع. و همین فکر باعث شد که رانده بشه و رجیم بشه. خیلی خوب، بسیار عالی. امیدوارم که ما حواسمون رو جمع بکنیم و تحصیب بکنیم به سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشاءالله ملاکمون انسانیت باشه، ملاکمون ایمان باشه و تقوا باشه. اون چیزی که قرآن ما رو بهش دعوت میکنه امت واحد است و این ملت ها و این صفبندی ها و این خطکشی ها انشاءالله نباشه. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خدا حفظتون بکنه. هم تاریخ رو شیرین بیان میکنه انجای کاشانی و هم نکته های خوبی رو ازش میگن که هممون استفاده میکنیم. انشاءالله فردا شب خدمتتون خواهیم بود و از محضرتون استفاده خواهیم که کوتاه دعا بکنید تو دل شب و وقت سحر دوستانمون رو بگن انشاءالله. در روایت از زهرای مرضیه سلام الله علیها این دعا رو کردن، فرمودن که خدایا، عرض کردن محضر حضرت که خدایا ما رو برای اون کاری که خلق کردی در همون راه به کار بگیر. ما رو خداوند به جهتی خلق کرده و مبعوث کرده همه ما رو، خداوند انشالله همه ما رو خرج اون راهی که خود حضرت حق برای ما در نظر گرفته که حتما بهترین بوده در اون مسیر انشالله ما رو به کار بگیر انشالله. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی خوب، اینجا ماه من از شبکه 3 تلویزیون برنامه ویژه سحرگاهان شبکه 3 است که ما با احترام با افتخار همراه شما هستیم. 20330 شماره پیامک ماست، پیامکتون رو ارسال بکنید. در فضای مجازی هم رو دنبال بکنید. اگر نکته‌ای دارید، اگر صدایی می‌خواید بفرستید در برنامه پخش بشه، در همین آدرسی که دوستان زیرنویس خواهند کرد در فضای مجازی انشاءالله اون رو برای ما ارسال بکنید. دوستان ما تدبیر خواهند کرد و صدای شما منتشر خواهد شد. بهترین ها رو تو این دل شب و این وقت سحر، سحر پنجمین روز ماه ضیافت براتون آرزو میکنم و مسئلت میکنم. باز میگردیم، با احترام همراه شما هستیم. وقت وقت مناجات و درهای آسمان باز باز، ما رو هم دعا بکنید. آخر